بیست و دوم مرداد 1401 درباره حمله فجی به سلمان رشدی به فتوای خمینی در بهمن 67 و حکم مجدد خامنهی در مهر 94 برای خمینی و خامنهی اسلام و پیامبرش بهانه است حفظ نظام هدف و نشانه است در مهر در مهر 1377 خرازی وزیر خارجه آخوند خاتمی در برابر خبرنگاران از جانب رژیم به رابین کوک وزیر خارجه انگلیس قول داد فتوا در مورد سلمان رشدی اجرا نخواهد شد این ما به ازای محکوم کردن بیشرمانه کیفر لاجوردی سردشخیم اوین با برچسب تروریستی بود امروز هم هر قولی که رژیم در مورد صرف نظر کردن از سلاح اتمی بدهد پوچ و نامعتبر است زیرا آن را زامن بقای فاشیسم دینی می داند فاشیسم هیتلری هم در مرحله پایانی چشم به سلاح اتمی دوخته بود اما به آن نرسید مسعود رجوی 28 بهمن 1367 فتوای خمینی به قتل سلمان رشدی صدور تروریسم در سطح بین المللی است. خمینی خود بزرگترین دشمن اسلام در تاریخ ما سر است. خمینی دشمنترین دشمن اسلام و قرآن و پیامبر است. خمینی با عملکرد جنایتکارانه و ضد اسلامیش بیش از هر جنایتکار دیگری در این جهان مستحق مجازات است. در حالی که خمینی به صدور حکم اعدام اطباع سایر کشورها مبادرت می کند، به وضوح می توان فهمید که در داخل ایران و در زندانهایش با مردم و با فرزندان ایران چه کرده است. امروز دیگر بر همگان واضح است که چش داشت های مبنی بر میان روی و مدراسیون و استحاله این رژیم تا چه اندازه باطل و ساده لوحانه است. مریم رجبی کنفرانس بحران تروریسم و افراطیگری در شورای اروپا استراسبورگ ششم بهمن 93 قتل عام روزنامه‌نگاران در پشت میز کارشان آتش به سوی انسانهای بیدفاع، تمام کش کردن مجروحان، گروگانگیری و مرعوب کردن شهروندان و توجیه جنایت علیه بشریت تحت نام اسلام، این چیزی است که وجدان جهان را جریه دار کرده و روح اسلام از آن بری و بیزار است. این همان تروریسم و توحشی است که سالها پیش خمینی با صدور فتوای قتل یک نویسنده سلمان رشدی و همه مترجمان و ناشرانش آن را پایه‌گذاری کرد